أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك في خلقك حافظ سرك ومبلغ رسالاتك بشير رحمتك ونذير نقمتك سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على جميع الشهداء والصالحين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه شکرگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که اگر در زندگی به دست بیاوریم در هر لحظه به کمک ما و به یاری ما میشتابد. لذا امیر بیان سردار سفید رویان فرمودن تقوا رو حفظ کنید الا فسونوها و تسونو بها، با تقوا خودتان را از هر خطر و آسیب محافظت کنید. در خطبه اول بحث قرآنی تشخیص شر و خیر را دنبال میکنیم و در خطبه دوم مناسبت‌های مذهبی و تاریخی داریم. شهادت حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام که برادر ارجمندم فاضل بزرگوار جناب آقای مصباح هم مطرح کردند، بحث تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام 99 سال قبل و وضعیت جدید، مسائل مربوط به اوضاع افغانستان و خودمان از موضوعات است که در خطبه دوم با اونها هم خواهیم پرداخت. اما بحث خطبه اول، در هفته گذشته با توجه به مسائلی که در عید سعید فطر پیش آمد به این نکته توجه و دقت لازم شد که ما چگونه در اختلاف آرا، در اختلاف افکار و اندیشه ها، اون چرا که وظیفه ما هست، مسئولیت ما هست و به تعبیر دیگر اون چی که خیر است
از اون چی که به ضرر ماست و از اون چی که به زیان ما هست و به تعبیر قرآن شر است، چطوری دسترسی پیدا کنیم، آشنایی پیدا کنیم، به حقیقت برسیم. یکی از موضوعاتی که در قرآن مطرح است بحث آشنایی با خیر و شناخت شر است. آیات فراوانی در قرآن داریم که بحث خیر و شر را مطرح کرده، اما اینطوری نیست که همه مردم بدانند یک چیزی که خیر است او را بفهمند. خیلی وقتا خیلی از افراد چیزی را که شر است فکر میکنند خیر است، و خیلی از افراد چیزی را که خیر است به ضرر میدانند. لذا یکی از مباحث مهم قرآن همین بحث خیر و شر است. خیلی آیات صراحت داره که چیزایی را که شما فکر میکنین به خیرتون هست توجه ندارین، اگر دقت کنین این به ضرر شماست. حالا چقدر آیه داریم بحث شر داخلش آمده و مطرح است، چقدر آیه داریم بحث خیر، اینا بمانه، صدها آیه است. به عنوان نمونه اینه که خداوند در قرآن می‌فرماید و هدیناه النجدین، ما هر دو نجد را، هر دو طریقه را به انسان یاد دادیم. از آقای امام صادق علیه السلام سوال شد که آقا این نجدین یعنی چی؟ حضرت فرمود نجد الخیر و نجد الشر، خداوند راه خیر و راه شر را به انسان نشون داده، اما به شرطی که انسان دقت بکنه، دل بده، از مسیر حرکت کنه. به عنوان نمونه مثلا گاهی آدم صاحب یک مقامی میشه، مقام دولتی در یک اداره، یا صاحب ثروت میشه، فکر میکنه اگر این ثروت را برای خودش نگهداری بکنه و از این قدرت و امکانات به نفع افراد محدود استفاده بکنه، این به نفعش است. فکر میکنه مندگار میشه، همیشه در این پست و در این جایگاه میمانه، این ثروت بیشتر میشه. قرآن از این عبارت و از این فکر و از این مفکوره تعبیر میکنه به بخل. میفرماید شما گمان نکنین که اگر امکانات نصیبتان شد شما ای را بخل کردین، در اختیار همه قرار ندادین، ای به نفع شماست. نه، ای به ضرر شماست، اما تو نمیدانی. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرن لهم. حالا فضل، قدرت، ثروت، آبرو، کسی فکر نکنه که اگر اینا را هزینه نکرد، نگه داشت، این به فایده شه، به خیر شه، نه به ضرر شه، بل هو شر لهم. بلکه اینی که مصرف نمی کنی، حالا حکومت نصیبت شده، لحظه به لحظه از این قدرت استفاده بکن. پول، امکانات در اختیارت است، لحظه به لحظه از این استفاده بکن. برای یک عده کار نکن، برای همه کار بکن. چون پیغمبر فرمود علامت سعادت انسان تلاش برای اصلاح همگان است. خدا می فرماید بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. همین چیزایی را که شما فکر میکنی نگهداری بکنی، پس انداز بکنی، مصرف نکنی، اینا فردای قیامت به شکل یک توقی به گردنت آویخته میشود. چقدر زیبا آیه بحث دنبال میکنه، ولله میراث السماوات والارض، میراث زمین و آسمان برای خدا میماند. خدا به کارهایی که شما انجام میدهید
آگاه است. پس خیلی جاها ما چیزی را خیر میدانیم که در واقع شر است، و گاهن چیزی را شر میپنداریم در حقیقت خیر است. یه نمونه دیگه هم عرض کنم، بعد یک فرمول را از روایات عرض میکنم که با او فرمول ما در صحنه هایی که تجربه کردیم بارها قرار گرفتیم، با استفاده از اون فرمول خیر را انتخاب کنیم و خیر را بشناسیم. اگر بشناسیم انتخاب میکنیم، یقینا انتخاب میکنیم. گاهی یک کسی میخواد ازدواج بکنه، یک خانومی دختری را پیدا میکنه، از نظر اعتقادی شایستگی ازدواج نداره، اما از نظر ظاهر و شکل و صورت جاذبه های فراوان داره. خداوند میفرماید که اگر یک زنی آزاده غیر مسلمان ولو جاذبه زیاد داره تو را به سمت خودش دعوت کرد و کشش ها به وجود آمد، زیر بار این ازدواج نرو. ولا تنکه المشرکات، با زنهای غیر مسلمان ولو آزاد باشن و آزاده باشن نکاح نکن، ازدواج نکن. حتی یؤمن، مگر اینکه ایمان بیاره، نفرموده فقط مسلمان بشه. ولعمت مؤمنه خیر من مشرکه، یک کنیزی با ایمان با اعتقاد را انتخاب کنی، از اون زن غیر مؤمنه مشرکه ولو زیبایی های او تو را به شگفت آورد، ای به صلاح توست، ای به خیر توست. بعد ادامه داره که اگر مرد غیر مسلمانی ولو آزاد و دارای امکانات از شما خواستگاری میکنه، حاضر نشین به او همسر مسلمان بدین مگر اینکه ایمان بیاره. این آیه هم این بحث مطرح میکنه که خیلی وقتا ما چیزایی رو فکر میکنیم به نفع من هست، اما در واقع به ضرر من هست. گاهی بالعکس فکر میکنیم به ضرر من هست و در واقع به نفع من هست. حالا کجا با چی وسیله ما در شرایطی که در این تشخیص با مشکل برمیخوریم از چی فرمول استفاده کنیم؟ گاهی یک فتوایی به خلاف داده میشه، آیا ما باید بپذیریم؟ گاهی یک شبهه‌ای به ظاهر ما را تحت تأثیر قرار میده، ما چی کار باید بکنیم؟ چگونه خیرمون را از شر تشخیص بدهیم و در مسیر خیر حرکت کنیم؟ یک فرمول رو آقا رسول الله در بیان این موضوع که موضوع حساسی هم هست فرمودن، خیلی وقتا به دردمان میخوره. حضرت فرمود که هرگاه با یک قضیهی برخورد کردی که پذیرشش تو را به تردید میاندازه، دو دلی، زیر بارش نرو، به سمت چیزی حرکت بکن که باعث اطمینانت میشه. خیلی وقتا آدم با یک صحنه برمیخوره مطمئن میشه. پیامبر فرمودن سمت چیزی حرکت کنین که باعث آرامش شما میشود. فرمود اگرچه اون چیزی را که شما در قلبتان احساس میکنین باعث آرامش است، برخلاف اون چیز دیگر را فتوا بدهن. حالا عبارت عربیش اگر عرض بکنم، و این افتاک عنه الناس، اگرچه اون چیزی که شما به او اعتماد پیدا کردین و اعتقاد پیدا کردین، در کنار این اعتماد و اعتقاد احساس آرامش کردین، برخلاف او فتوا داده شود. ما خیلی امکانات داریم برای تشخیص حق از باطل. اینه که در آیات قرآن داریم اگر تقوا پیشه کنین، یکی از آثار تقوا این است که
حق را از باطل تشخیص میدهین، این یک حقیقت است. جریان را عرض میکنم که مطلب واضح تر شود. هفته گذشتم یک سندی را در این موضوع اینجا عرض کردم. شخصی بود به نام واسبت ابن باساد، واسبت ابن معبد، میگوید من در محضر آقا رسول الله مشرف شدم و هدفم این بود که هر نیک و بدی را از پیغمبر سوال کنم، خوبی ها چیه، بدی ها چیه، چون یکی از موضوعات مهم در قرآن همین بحث خیر و شر است و خدا هم در قرآن به ما دستور داده که از آگاهان بپرسید. میگوید به همین هدف حرکت کردم محضر پیامبر برسم، قصدم این بود که سوال بکنم، هر چه خیر است بشناسم و هر چه شر است بشناسم، از شر اجتناب کنم. گاهی در دوستی ها شر است، گاهی در ثروت ها شر است، گاهی در حکومت ها، گاهی در ازدواج ها، خیلی خلاصه شر همه جا هست و عکس خیرم در خیلی از مسیرها قرار داره. من میخواستم همه خلاصه مصادیق خیر و شر را بشناسم. گروه نزد رسول الله بودن، من در حالی که میرفتم گفتن مزاحم نشو، تعبیر اونها این بود دور شو، جلد پیامبر رو نگیر. معلوم میشه این خیلی نزدیک رفته بوده و میخواسته از پیامبر سوال بکنه. بعد میگه من سه بار تکرار کردم، من واسبم، بگذارید به ایشان نزدیک شوم، از همه مردم برایم محبوب تر است. گفتم که خب من عاشق رسول الله هستم، هیچ کس به اندازه پیامبر دوست ندارم، اجازه بدین من جلو برم. اینها من مانع می شدن، منم اصرار داشتم. پیامبر بزرگوار خودش صدا زد، نزدیک بیا واسبه، نزدیک بیا واسبه. میگوید اونقدر جلو رفتم که زانوهایم کنار زانوهای رسول الله قرار گرفت. دقت کنید این فرمول یاد بگیریم. حضرت فرمود که من بگم آمدی چی سوال بکنی یا خودت میگی؟ ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. حضرت فرمود که خب بقیه هم داشتن نگاه میکردن، حضرت فرمود من بگم که برای چی آمدی و چی سوال میکنی یا خودت میگویی که برای چی آمدی؟ گفتم یا رسول الله اگر شما بفرمایید بهتر است. حالا اون تکه مهمش اینه دیگه، خودش مطرح نکرد، پیغمبر در واقع هدف آمدن ایره بازگو کرد. هم کلام رسول الله است، هم تقریر رسول الله است، هم عمل رسول الله است، همه اینها در این قضیه نهفته است. پیغمبر سه انگشت مبارکش را کنار هم قرار دادن. پیامبری که خدا در قرآن میفرماید از هوا حرف نمیزنه، پیامبری که میفرماید انا بشرون مثلکم یوها الی، انگشتای مبارکش کنار هم دیگه جمع کرد، به سینه واسبه گذاشت، ایشان سه انگشت خود را گرد آورد و به سینه من تلنگر میزد. آدم خیلی با یک کسی صمیمی باشه دست به بدنش میزنه. فرمود ای واسبه از دلت بپرس. نیکی آن است که دل و جانت با آن آرام بگیرد. خیر آن است که دل و جانت با آن آرام بگیرد. و گناه آن است که در دلت اضطراب ایجاد می کند. و در سینه تردید پدید می آورد. هر چیزی که باعث تردید است رها کن. هرچند مردم برخلاف آنچه که دلت می فهمد اظهار نظر کنند. ما قرار نیست که هرچی را همه بگن بپذیریم. ما قرار است اونچه را که خدا گفته بپذیریم. حرف خدا
کهنه نمیشه. اینه که ما در زمان پیامبر نبودیم، در زمان ائمه معصومین نبودیم، الان در زمان غیبتیم، اینا هیچ دلیل بر این نمیشه که ما دسترسی به حق پیدا نکنیم. خدا خودش در قرآن فرمول داده کان حقا علینا نصر المؤمنین، شما مؤمن باشین یاری شما وظیفه ماست. خیلی الحمدلله امکانات داریم، راهکار داریم، فرمولهای جالب و زنده و پویا در اختیارمون هست، از اینها استفاده بکنیم و همه هم دعوت میکنیم سر این سفره. این مائده آسمانی، این ادبگاه انسانی و الهی که هر انسان را به خدا وصل میکنه. خدایا ما را بیش از پیش با معارف قرآن و اهل بیت آشنا بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله. وعلى علی امیر المؤمنین، وعلى الصدیقة الطاهرة، وعلى الحسن والحسین، وعلی ابن الحسین، و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح. ائمة المؤمنین، بار دیگر خودم و همه عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. ما انسان ها لحظه به لحظه در معرض خطر و آسیب قرار داریم. ان الانسان لفی خسر، تنها چیزی که ما را از همه خطرات محافظت میکند، به تعبیر آقا امیرالمومنین همه درهای خطر را بر روی ما میبندد، تدافعت الابواب، و ما را به در سلامت و نجات میرساند، تقواست. تدافعت الابواب الى باب سلامه. تقوا هم معنای وسیعی دارد. یکی از بهترین تعریف ها درباره تقوا آن است که انسان هر جا خدا راضی باشد حضور پیدا کند و هر جا خدا ناراضی است اونجا حضور پیدا نکند. ان لا یفقدک الله حیث امرک، اونجایی که خدا امر کرده اونجا غائب نباشی. ولا یراک حیث نهاک، هر جا خدا دستور داده نباشی اونجا حضور نباید داشته باشی. این یکی از بهترین و جامعترین تعریف ها برای تقواست. اولین مسئله ای را که در رابطه با در خطبه دوم عرض می کنم، خب از مسائل روزم هست، از مسائل اجتماعی هم هست، مسئله حجاب است. در هفته گذشته یا در روزهای گذشته یکی از موضوعاتی که در دستور کار مسئولین امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی
قرار گرفت و مطرح شد مسئله حجاب بود که شما شنیدین، ابلاغیه داده شد، خبر همگانی شد به مکاتب و به همه مراکز در واقع اطلاع رسانی شد. در این حال یک بحث اجتماعی هم داره شورای امنیت، یعنی شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه یعنی دیروز پیرامون همین فرمان دولت موقت امارت اسلامی که در رابطه با حجاب دستوراتی و در واقع راهکارهایی را ارائه کرده بودند، جلسه عمومی برگزار کرد. من در رابطه با حجاب حرف خودم که از آدرس قرآن و از منظر اسلام هست این را مطرح میکنم، هم صحبت‌های مسئولین امارت شنیدین و هم صحبت‌هایی که این به اصطلاح مسئول شورای امنیت در مسائل افغانستان داشته اونا را هم شنیدین و یا خواهید شنید. حجاب از نظر خدا، از نظر پیغمبر، از نظر اسلام یک دستور است. خدا به پیغمبر می فرماید یا ایها النبی، ای پیغمبر، قل، بگو لازواجک، اول به زنای خودت بگو. خب پیغمبر می دانند تعدد ازدواج داشته، همسرهای متعدد داشتن، و بناتک، به دخترای خودت بگو، و نساء المؤمنین، به زنهای مردان مؤمن و به زنهای مؤمنه بگو. چه کار کنن؟ یدنین علیهن من جلابیبهن، روسری های بلند خود را بر خیش فرو افکنن. یعنی به اینا صحبت بکن، به اینا بفهمون که حجاب کامل داشته باشن. اما اینی که حجاب کامل چی هست؟ خب کلیتش در قرآن آمده. یک بحث اینه که خداوند در این آیه شریفه که به قدر مهم بوده که مستقیما به پیامبر فرمود که این حرف به گوش خلاصه زنهای خودت که مادر مؤمنانن، زنهای پیغمبر به تعبیر قرآن مادر مؤمنانن، مادر یعنی هیچ کسی حق نداره بعد از پیغمبر با اونا ازدواج بکنه، اون حرمت باید حفظ بشه. خدا در ادامه می فرماید این برای آن است که شما شناخته شوین. اصلا حجاب یک طرح است، حجاب یک زیبایی است. وقتی یک زن حجاب داره دیگه انسان‌های آلوده، چشم‌های آلوده با ظاهری که یک زن محجبه در جامعه حضور پیدا میکنه طمعش از او قطع میشه. معمولا چشم‌های آلوده، اذهان آلوده، مردان آلوده سراغ زن‌هایی میروند که اونها زمینه دارن. بی‌حجابی یک نوع زمینه است، یک نوع ارتباط نامحسوس است. ما با اصل حجاب موافقیم، نه الان، در حکومت قبلی که نکات ضعفشون فراوان بود، از جمله همین مسائل حجاب. ما در جلساتی که در دانشگاه ها برگزار می شد حضور پیدا می کردیم و این برنامه را بازگو می کردیم. الان هم 100% طرفدار یک جامعه محجبیم. اما باید ما از قرآن یاد بگیریم. خدا به پیغمبر می فرماید بگو. ما باید جامعه‌مون را بیدار کنیم، از این رسانه ها، از این فرصت ها، در نمازهای جمعه، در درس ها، در سخنرانی ها، در نمازهای جماعت، در کلاس ها
در مکاتب و در دانشگاه ها با بیان این ارزش که حجاب یک ارزش است، ایزن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. ما باید با بیانمان، با آموزشمان جامعه من را به سمت حجاب دعوت کنیم تا مورد نقد و انتقاد قرار نگیریم. و الا اصل حجاب هم وظیفه است، هم تکلیف است، هم سلامت و حراست و حفاظت ناموس ما را به دنبال دارد. اما روش ها را باید به یک شکلی تنظیم کنیم و ترتیب کنیم که ما به هدفمون برسیم، تا اون که مورد نقد و انتقاد عده‌ای قرار بگیریم. این موضوع اولی بود که لازم دانستم مطرح کنم، چون در این جمعه فرصتی را احساس کردم، یک موضوعی را که لازم می‌دانستم در طی چند وقت مطرح کنم فرصت پیش آمد. الحمدلله و المنه، یکی از باورهای مشترک ادیان الهی، همه ادیان آسمانی، مخصوصا مسلمان ها، اعتقاد به مهدی است، اعتقاد به منجی است. همه مسلمان ها الحمدلله معتقدند که یک منجی در راه است. اتفاقا یک صحبتی را از یکی از برادران امارت اسلامی که در کابل از دوستان مولوی های برادران پشتون من پخش شد در کلیپ ها، که ایشان اون حدیث مشهور نبوی را میخواندن که اگر یک روزی از دنیا باقی نمانه، خدا اون روز طولانی میکنه تا کسی که امنام من است ظاهر شود و دنیا را از عدل و داد پر کند بعد از اونی که پر از ظلم و جور شده. خیلی خوشحال شدم. این هدف مشترک است. خدا در قرآن میفرماید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ما در زبور، حالا ذکر به هر معنایی باشه، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سوره مبارکه انبیا 21 سوره قرآن آیه 105، زمین را بندگان صالح ما در اختیار میگیرند. نه تنها یک شهر، نه تنها یک کشور، همه زمین. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. و همینطور در آیات متعدد بحث این بزرگوار مطرح است. حالا در تشخیصش باید بیشتر دقت کنیم. متاسفانه خیلی ها در این موضوعات شبه پراکنی میکنن. اون مهدی که همه ادیان آسمانی به او معتقد هستن، اون مهدی همونطوری که این آیه اشاره میکنه وقتی ظهور میکنه سراسر زمین در اختیار صالحان قرار میگیره. یکی از ویژگیاش این است که حق هر حقداری را به او برمیگرداند. آیا کسانی که امروز ادعا میکنن ما مهدی هستیم، یه ادعایی به خاطر بی‌دقتی ها، به خاطر کمبود مطالعه، به خاطر عدم ارتباط با علما، مخصوصا با روایات، مخصوصا با دعاها، اینها یه عده فریب میخورن، اینها را مهدی میدانن. آیا یه قدرت دارن؟ امروز شما در جهان شاهد این هستین که هر حق به حقدار داده شده. این فقری که امروز بخش عظیمی از دنیا را میآزارد، کشور خود ما گرفتاره، این ناامنی ها، آیا ای با سیره انقلابی و اداری اون کسی که عرض کردم ادیان آسمانی انتظارش میکشم، ما مسلمان ها جمعا به او اعتقاد داریم، حضرت به اندازه حساسا اگر حق کسی زیر دندان دیگری باشد، از زیر دندان انسان متجاوز و غاصب اون حق را بیرون میکشد و به صاحب حق باز میگرداند. آیا اینهایی که ادعا میکنن، آیا این توری است؟ روایت داریم هم شیعه نقل کرده هم
اهل سنت نقل کرده، چون مهدی صلوات بلند بفرستین. حضرت وقتی قیام میکند جزیه برداشته شود، کسی دیگه ترس نداره. در سیره حضرت مطالب است که ما وقتی با اونها دقت کنیم به این حقیقت بیشتر اعتماد میکنیم. آقا مانع الزکات و کسی که حقوق حقه را، حقوق اجتماعی را نمیدهد، او را مؤاخذه میکند. امروز آیا در کشورهای اسلامی اینطوری است؟ یک کسی پیدا میشه با جعل روایات یا وارونه معنا کردن ادعی کم سواد و غیر عمیق را فریب میدهد، ما متوجه باشیم اینا همه شبهه است. امیدوارم که با یک بصیرت و با یک دقت در ارتباط با شناخت حضرت همه ما بسیج شویم، مخصوصا با استفاده از فضای مجازی که متاسفانه شبکه‌های درست شده، هزاران نفر عضو این شبکه ها هستند. یکی از برنامه های حضرت سیره و در واقع برنامه اجتماعی حضرت آن است که با آمدن حضرت خیلی مردم به هم دیگه نزدیک میشه، جنگ ها کم میشود، ظلم و ستم برچیده میشود، سراسر زمین را عدل و داد فرا میگیرد، هیچ جای در زمین باقی نمیماند مگر اون که از برکت عدل و احسان و فیض او بهره مندند. تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. روایت طولانی است، حتی گیاهان و جانوران احساس امنیت میکنند. اینهایی که به نام آقا دارن ادعی را فریب میدن، امروز جهان شاهد این است. چقدر ظلم به حیوانات است، چقدر ظلم به منابع طبیعی است. ناموس خدا شناختنش ارزش داره، لذا در روایات داریم اگر کسی او را انکار بکند جمیع ما انزل الله را انکار کرده. شناخت یک موضوع به این اهمیت نیاز به دقت داره. من سفارش میکنم به جوانان عزیز که عده‌ای الحمدلله این انرژی را دارن، این توان دارن، مخصوصا کسانی که با دعاها آشنایی دارن، این دعای زیبای زیارت امین الله، زیارت آل یاسین، این دعای زیبای فرج، اله عظم البلا و بر الخفا و انکشف الغطا غطا. ما خیلی دعا داریم، مخصوصا دعای روز جمعه. دعایی که به مناسبت ها خوانده میشه، با اینها اونس پیدا بکنیم. همه ادله و موضوعات در این دعاها شفاف بیان شده، امیدواریم که استفاده بکنیم. و آخرین موضوعی را که عرض بکنم، یا قبل از اون، حدودا در 18 شوال 99 سال قبل در جریان هستیم که متاسفانه توسط اندیشه ضعیف و در واقع سبک وهابیت، قبرستان بقیع، قبور بزرگان اهل بیت علیهم السلام، بعضی از همسران آقا رسول الله، پسر آقا رسول الله و حتی فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین تخریب شد. قبر حضرت حمزه سید الشهدا تخریب شد و اون جریان و این ماجرا را همه اهل تاریخ میدانند. گنبدهایی بود، خلاصه زیارتگاهی بود که تخریب شد. اینها برنامه‌های وسیع‌تر داشتن، حتی نسبت به گنبد آقا رسول الله هم جسارت کردند، میخواستن بعضی از قبرها را نبش کنن که بعد احساس خطر کردن. این قضیه شما تاریخ مطالعه کنین، 99 سال قبل
انجام شد در هشتم شوال. بیشترین عرضم در رابطه با همین بود که یک روزی اونگونه برخورد شد، اما مقاومت و پایداری، فاستقم کما امرت، کار را به اینجا رسان. و آخرین موضوعی را که عرض بکنم، 15 شوال که امروز 11 شوال یا 12 است، همون اختلافی را که در عید داشتیم اینجا هم سرایت میکنه. 15 شوال مصادف است با شهادت حضرت حمزه علیه السلام در احد. میدانیم که در سال سوم در روز 15 شوال این جریان جنگ احد اتفاق افتاد که 69 شهید داریم در این ماجرا از مسلمان ها، و کشته های کفار را 22 تا 23 و 28 نفر هم نوشتن. میدانین این ماجرا زمان اتفاق افتاد که یک بی برنامگی صورت گرفت. بعد از اونی که مسلمان ها پیروز شدن، متاسفانه یک عده‌ای اون راه را و اون مرکز را و اون نقطه را که پیامبر فرموده بود شما در هر شرایطی اونجا را رها نکنین رها کردن، و بعد از شکست کفار بالاخره صحنه برگشت و تعداد زیادی از مسلمان ها اونجا به شهادت رسید. آسیب هایی به بدن نازنین پیامبر افتاد و واقع شد، صورت پیامبر مجروح شد، دندان مبارکش شکست، پیشانی حضرت جراحت برداشت. ادهی گفتن یا رسول الله نفرین کن، عذاب نازل بشه، ما مسلمانیم و باید اسلام رو به حقیقتش بشناسیم. پیغمبر دست مبارکش بلند کرد، فرمود خدایا قوم مرا هدایت کن، اینها نادانند. اللهم اهد قوم فانهم لا یعلمون. در این جریان مقاومت امیرالمومنین بی نظیر بود که توسط فرشته الهی رضوان اون صدا به گوش رسید. پیغمبر شنید لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. در همین ماجرا مقاومت بانوی ارزشمند و بزرگوار نصیبه که جانفشانی کرد قابل توجه است. تا جایی که رمق داشت در این صحنه حضور داشت و از وجود نازنین رسول الله حمایت کرد، یکی از مشکلات و یکی از حوادثی که در این روز اتفاق افتاد شهادت حضرت حمزه، هم عموی پیامبر هم برادر رضایی پیامبر بود. شنیدین وقتی خواهر حضرت حمزه عمه پیغمبر آمد، پیامبر به پسرش و پسر صفیه فرمودن که اجازه ندی مادرت نیایه، اگر بیایه گریه میکنه مورال و روحیه مجاهدین ضعیف میشه. وقت خبر به مادرش برد، مادرش گفت سلام مرا به رسول الله برسان، من میایم بدن برادرم را میبینم اما در این حال گریه نخواهم کرد. جناب حمزه قد رشیدی داشت، پیغمبر با عبای مبارکش بدن را پوشان، گوشه های از پاهای جناب حمزه باقی مانده بود، از رد با برگ درختان با گیاه ها پوشان که وقتی می آید بدن رو نبین. وقتی برگشت مدینه، خب شهدا زیاد بودن، دید در خانه ها صدای گریه بلنده. پیغمبر فرمود همه گریه کننده دارن، عموی من حمزه گریه گر نداره. زنها آمدن اول در خانه حمزه گریه کردن. بعد از اون رسم شد هر شهیدی، هر کسی در مدینه از دنیا میرفت، اول برای حمزه سید الشهدا عزاداری میکردن. ما هم این مصیبت را به محضر آقا رسول الله و محضر مولا من صاحب الزمان تسلیت عرض میکنیم. خدایا به خون ارزشمند شهدای احد و همه شهدای اسلام امنیت همه مسلمین مخصوصا ملت افغانستان کامل تأمین بگردان. خدایا حوائج آقا و مولا من صاحب از زمان فوق رغبتشان برآورده فرما، ما را در مسیر رضای خودت بیش از پیش
خدایا توفیق عنایت بفرما. عزیزانی که با حضورشان مراسم نماز جمعه را یاری میکنن، عزت دنیا و آخرت روزیشان بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.